خبرگزاری های ایرانی میگویند که مسئولان عراقی از پذیرش زائران خارجی استقبال کردند. این در حالی است که ایران رسما اعلام کرده بود که اجازه سفر به عتبات عالیات را به شهروندانش نمیدهد. مسئولان عراقی در جلساتی از پذیرش زائر خارجی به ویژه زائر ایرانی همزمان با اربعین حسینی استقبال کرده و از تلاش به منظور حذف ویزا بین دو کشور خبر دادند. در حالی که کمتر از 4 ماه تا اربعین حسینی باقی مانده است، مسئولان عراقی در صدد برنامه ریزی به منظور برپایی زیارت میلیونی اربعین حسینی با حضور زوار خارجی هستند. بر همین اساس، عراق در روزهای اخیر جلساتی برای پیگیری وضعیت زیارت اربعین حسینی تحت تدابیر بهداشتی برگزار کرده و این جلسات همچنان ادامه دارد، به طوری که به گفته یک منبع آگاه دولت عراق در این جلسات به حضور زوار خارجی به ویژه ایرانیان اشاره داشته و خواستار پذیرش عاشقان حسینی از ایران شده است. همچنین نخست وزیر عراق در برنامه آینده خود حذف ویزای عراق برای زوار ایرانی را مطرح کرده و گفته است در صدد حذف ویزا بین ایران و عراق هستیم و امیدواریم این امر به زودی محقق شود. هزینه ویزای عراق اوایل سال 98 طی مذاکرات ایران و عراق برداشته شد و این امر در حالی بود که پیش از این ویزای عراق 40 دلار بود. البته پس از حذف هزینه ویزای عراق، زوار برای سفر به عتبات حتما باید اقدام به اخذ ویزا می کردن که اکنون با توجه به استقبال دولت عراق برای حذف ویزا باید منتظر نظر مسئولان ایران باشیم.